خدا ای خدا. ای بابا، بابا من به کی قسم بخورم؟ روحم هم خبر نداره این انگشتر تو جیب من چی کار میکنه آخه؟ داد نزن اوه. بابا بزرگ، خواهشن این به بعد حواست به این انگشترت هم باشه. خب به همه دارم میگم، همه حواسشون به وسایلشون باشه. یه لحظه صبر کن آقا شهرام. ببین این آخر نامردیه، آخر نامردیه که میگین من دزدم. من این کاپشنم، من اصلا چه میدونستم تو جیبش؟ میفهمی که خوب شهرام کو بالا، من دارم با اون حرف میزنم آقا شهرام. صدا تو چرا ول میکنی تو خونه مردم؟ دارم باش حرف میزنم. یکم یواشتر. ببینین نصرت خانم، اجازه بدین شما یه لحظه وایسین من یه چیزی رو به شما توضیح بدم. ببینین نصرت خانم، من و ارواح، به کی قسم بخورم؟ به ارواح خاک آقا محسن که انشالله هرچی. اون کجا رفت؟ رفت پایین. ای بابا چقدر بالا پایین میری شما. ببین نصرت خانم، به ارواح خاک آقا محسن که انشالله هرچی خاکش عمر شما باشه، من اصلا روحم هم خبر نمی، فکر کنم رفته بالا. آره نصرت خانم با شما. نصرت خانم مرد دیگه، هم اسم منو به زبون نیار. ناصر اصلا ازت انتظار نداشتم. ببین سهیلا، تو که نمیخوای بیای پایین که من یه لحظه. چی میخوای نگی؟ دیگه فایده ای نداره. تو حالا یه دقیقه وایسا، یه دقیقه وایسا. ببین سهیلا، تو دیگه منو میشناسی درسته؟ من آخه دزدم. ببین ما الان چند ساله با هم ازدواج کردیم. کجا رفت؟ رفت پایین؟ نخه رفت تو اتاقش. ای بابا هی برو این ور اون ور برو پایین. خسته شدم دیگه، نمیرم حوصله ندارم. تو هم حتما میگی من دزدم دیگه. بله باشه باشه آقا، باشه من دزدم، قبول. سهیلا همین الان اساسو جمع میکنی از این خونه میریم، همین الان. تا الان هر چی بهم گفتین هیچی نگفتن، ولی الان دیگه به اینجا هم رسیده. یعنی چی؟ من از اولش هم نمیخواستم بیام اینجا. این بابای شما میگه بیا اینجا، باید بیا اینجا، باید بیا اینجا. آخرش هم اینه دیگه، چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی. حالا من چجوری ثابت کنم دزد نیستم؟ خیلی خوب آقا ناصر، کمی آرومتر، حالا که چیزی نشده. چیزی نشده؟ به شما بگن دزدی ناراحت نمیشی، به من میگی چیزی نشده دزد. خیلی خوب حالا شلوغش نکن، من میگم وایس. چی رو شلوغش نکن؟ من یه دارم شلوغش میکنم، تو داری شلوغش میکنی. تو اصلا اینجا چیکار میکنی؟ بچه‌تون برو خونتون، بدو ببینم. واقعا که حقته، منو بگو که اینقدر طرفداری شما رو میکردم. موهاشو نگاه. ای تو چی؟ خیلی هم خوب. میبینی آقا جون؟ بله آقا جون. به ارواح خاکت هیچی بابا هیچی. حالا کی حرف ما رو باور میکنه؟ من خودم باور میکنم. شما باور میکنی؟ بله. خب کی حرف شما رو باور میکنه؟ تو غلط میکنی که میگی حرف منو کسی باور نمیکنه. من برای خودم کسی هستم. بله بله. قرصاتونو خوردین؟ بله. چند وقت دوزی میکنی؟ آها پس اشتباهی خوردی. آره اشتباهی خوردم. یا اصلا نخوردی؟ نه نه. من که مطمئنم کار ناصر نبوده. اگه کار ناصر نبوده پس انگشتر تو جیب ناصر چیکار میکرد؟ خب شاید یکی دیگه گذاشته. حالا یکی دیگه من بیام تمام اهل خونه رو دزد بکنم، باهاشون کلنجار برم که بگم داماد من دزد نیست؟ یکم آرومتر. یعنی میخوای بگی که ناصر انگشتر رو دزدیده؟ وا تو حالا چرا منو هی داری سنجین میکنی؟ ببین نصرت جون، من میگم شما الان بیاین جلوی اینا رو بگیرین که نرن. بابا که اومد باهاشون صحبت میکنه همه چی حل میشه. اتفاقا باید برن. باباتم اگه نخواد من میخوام که اینا از اینجا بذارم برن. آخه نصرت جون، تفلی سهیلا چیکار کردی که بعد حالا خون بالا خون بشه؟ ای مرگ، شما ماشاءالله بچه‌تون خوب شیطونه ها. مادر اون سهیلا بمیری گل شوهرم شانس نیورد. خسته نباشی، چیکار میکنی؟ کاری که از اول باید میکردم. آبرو خودمون که هیچی، آبرو مامانم هم بردی. وایسا ببینم کجا. مگه خودت نگفتی جمع کن بریم؟ خ
خب گفتم ولی الان نمیرین. ما تا وقتی معلوم نشه این توته کار کی بوده از اینجا تکون نمیخوریم. من یه دقیقه اینجا نمیمونم. بده من. خب منم نمیمونم. ولی اول باید مچ این نامرد رو وا کنم. تو هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن. ولی من اینجا بمون نیستم. بده من. بده من. بده. بیا. اینا چی خبره؟ چی کار داری؟ هیچی مامان جان، ما داریم جمع میکنیم از اینجا بریم. شما هیچ جا نمیری. آفرین، منم همینو میگم. این قطعی کرده تا وقتی معلوم نشه این توتهی کثیف و مذبوحانه کار کی بوده ما باید اینجا بمونیم، درسته؟ سهیلا اینجا میمونی ولی شما نه، باید بری. آقا ناصر، من که بچه من تو خیابون پیدا نکردم که میخوای بچه منو برداری ببری آبارای خیابون بیابونش بکنی. تا نری یه خونه نگیری من اجازه نمیدم که دست زن تو بگیری برداری از این خونه ببری. پاشو سهیلا. خیلی خوب. پاشو. وایسین وایسین. یه دقیقه حرف منو گوش میکنین. بشین یه دقیقه حرف منو گوش کنین. اگه بعد گفتم. بفهمید. من نمیشم حرف بزنم. مادر چی خبرتی؟ این کسا قباس برادر نمیذاره. این ساق شده داره بذارش خون بره. آروم آروم. بفرمایید. بگم. بفرمایید. ببین الان یک هیچ به نفع ماست. بگین چرا؟ بگین چرا؟ آقا جون الان طرفدار ماست، یعنی اون تو تیم ماست، ما راحت الان میتونیم حرفمونو به کرسی بشونیم. بس چرا من از اینجا برم؟ چرا دیوونگی کنم؟ میمونم. بگو بمون. میخوام نمونی. پاشو راه بیا ببینم. پاشو. آقا ناصر جمع کن، پاشو راه بیا، برو. برو ببینم. لم دادی که چی؟ جمع کن داری باشه، جمع کن را تو بکش برو. باش ببین دوباره آواره شد. تو چقدر پول داری؟ چیزی ندارم، یکم دارم، خودم لازم دارم. همون نه، میخواستم اینا اگه نداری من ردیف کنم شب برات بیارم. نه نمیخواد تو برام ردیف کنی. تو اگه راست میگی برو دنبال یه خونه بگرد، منو از این خراب شده ببرم بیرون. باش فقط ببین من بابا آخر... ندارم دیگه ناسه. جون من نداری؟ ای بابا ندارم. چقدر داری؟ 4000 تومن دارم، خودم لازم دارم. خب دارم که کم. ببین فقط اگه پول خواستی به این نامردا رو نمیندازی، میای سراغ خودم. خیلی خوب. باشه. نه بابا آقا ما که رفتنی شدیم، ولی وقتی رفتی میفهمی ما کیم. گوشی گوشی میگم وقتی رفتم میفهمی جام چقدر خالیه. آها باش. آره ببخشید. ببین تو رنگ شکلاتی چه رنگیه. قربون تو. آره آره آره. خدافظ. نه نه. ما که کارمون تموم شد. کسی دستشویی نمیره. نه نه. آقا جون ما با عزتتون رفتنی شدیم. زودتر میرفتید. بله. چرا ما رو دوست دارن همین. ما رفت. خدافظ. میخوای بمونم؟ آره میخوای بابا برو دیگه. برو من خودم باید میام. بس 5 روز دیگه ها؟ 5 روز را نداره؟ نه دیگه 5 روز خوبه دیگه. بس بنویسم برای 5 روز دیگه. 5 روز چشم حتما. به 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 چایی هم اومد. دستم درد نکنه. بفرم آقا شایی. بفرم این از این چای خوبا سوال شرکت میگیریم ها. بخور نوشید جان. میگم بنویسم برای 1 هفته دیگه شایی ها. بنویسم؟ این نویسم برای دیگه. اصلا بنویس 10 روز. قربونت برم شایی. خیلی خوبه اینجوری. دست درد نکنی. این تفقدی اگه پول فرشا رو ببسی یکی دستم باز میشه. دست درد نکنی. تفقدی که آدم خوش حسابی بود. نه دادنی که میده. میگه هنوز فرشا دستم نرسیده. آقا جان. سلام. آقا این سالهی چکش باز نشده فرشا رو پس برسید. سالهی غلط کرده. دیگه حالا فرستاده دیگه آقا. تفقدی چی شد؟ میگیرمش آقا اشغاله. ولی شاگرد سالهی دم در فرشا رو برده رسید کنم؟ لازم نکرده من خودم بهش زنگ میزنم. این شهرها منوز نیومده؟ نه نیومده. بمیرید همه تون. این تبقیدی رو اینقدر بگیره شا بگیره. بیا گرفتم. بیا اینو ببین آقا اون تبقیدی بکنم. تبقیدی؟ نه بیا. شیل. میگه که مسیج. میگه که یارمون خواستگاری خانومه خوشش نمیاد. میگه ما بریم یه دور میزنیم برمیگردیم. یعنی چی؟
یعنی همین که میرن تو بوتیک خرید کنن خوششون نمیاد، میگن خیلی خوب برو به کارت برس. صبح تا شب دارن تو شرکت بازی میکنن، اصلا هم خنده‌دار نبود. چرا بامزه بود؟ خب بامزه بود. پس اینو ببینیم برای دو هفته دیگه. هر جو راحت. آقای مش پشت خطن. مش کیه؟ قرار داشتن امشب بیا منزل، میخواستن قرارشون رو قطعی کنن. منزل چیه؟ برای چی منزل؟ کیه؟ آقای مجد، خواستگار شیدا خانوم. بگو من نیستم، اصلا حوصله این حرفا رو ندارم. باشی. برو به کارت برس. راستی، آقای استمیمی از صبح تا الان 5 دفعه زنگ زدن. خیلی خوب، من خودم بهش زنگ میزنم. شما برید به کارتون برس. باشی. خب، به سلامتی دخترت هم که میخواد عروسی کنه. آره یادت نده اونو دعوت کنی. آره یه ماهی دیگه، بس اینو برای یه ماهی دیگه بنویسم. شایی چی شده؟ مهد حسابی دیگه یه ساعتی میخوای یه چک واسه ما بنویسی؟ بنویس بده دیگه، شرک و صرف کن در بودی. حالا چرا عصبانی میشه شن جون؟ بیا بگی بشین. آخه به خاطر چند دقیقه هست؟ چشم بابا دارم بنویسم اینا برای بازی در میادی. بفرما. این هم چک قبلیت. از ما نشینده بگیری یا آقای صمیمی چک تو داده دست شرخه. صمیمی هم برای من آدم دیگه، همه آدم شدن اینجا. تقصیر خودته، نباید امروز و فرداشو میکردی. تو بازار هم پر شده تمام فرشاد و فرستادی آلمان، همه میگن میخوای بالا بکشی و بری. از وقتی هم که زنگ گرفتی دیگه یه روز در میون میایی میری. بعضی هم که یک کلاخ چل کلاخش میکنن. پسر تو معلوم از کجایی؟ بابا هزار تا گرفتاری تو این شرکت لعنتی ریخته. آخه شما نمیدونیم ما چه قصه تو خونه داشتیم که. چی شده؟ هیچی، من از اولش میدونستم اینا آدم های ناجوری هم. این انگشتر آقا جون تو جیب این یارو ناصره پیدا شد. یعنی چی؟ یعنی که این یارو ناصره دزده. اشکان، اشکان، ناصر کیه؟ اشوه. نه اتفاقا خیلی عزت و احترام و بشین و پاشو و بیا اینو بخور و بیا اینو بخور و نمیدونم چرا نسکافه نمیخوری و نسکافه بریزن و پرشیر بریزن کمشیر بریزن. نه خیلی میرسیدن بهمون، خیلی. ولی من اصلا شخصیتم اینجوریه که نمیتونم سربار باشم. شما دیگه چند وقت ما اینجا بودیم با ما آشنا هستی. اصلا بیشتر به خاطر خودت اومدم. امروز صبح که رفتم بهش گفتم، گفتم من دیگه میخوام برم، جهانو اصلا بعد میدیدی قیافشو کلافه. گفت وای نرو نرو ناصر، من بدون تو نمیتونم. که من گفتم من بدون آقای کتابی نمیتونم، من کتابی رو دوست دارم. همینجوری واقعا جدی میگم تو روش گفتم، اونم شاکی شد، گفت هر کار دوست داری بکن. منم زدم بیرون. اصلا من نمیفهمم، من تو این خونه خاطره ها دارم. من سهیلا رو برای اولین بار اینجا دیدم. نمیدونم حالا شما یادتون هست سهیلا اینجا چش تو چش. نمیدونم اصلا شما رو هر بار میبینم چرا یاد سهیلا میافتم. به خاطر چشاتونه، نمیدونم به خاطر ابروهاست، مدل ابروهاست، یه چیزی هست. اولا اون دستتو بردار. دوم من ده من چه مربوط که تو چه خاطره‌ای با سهیلا خانم داری؟ بله. آره اصلا سهیلا چی، ما خودمون مگه خاطره نداریم اینجا؟ یادم میاد یه بار تو همین حیات با هم دیگه داشتیم صحبت می‌کردیم که یهو در زدن. شما نگران شدی گفتی نکنه پلیسی چیزی اومده. گفتم دستتو بنداز. بله. حالا یکی از اون خاطراتتو بگو ببینم. داشتم میگفتم دیگه. بگو. بگم. بگو دیگه. بگو. بگم. بگو. تو دیگه نگو. یه خاطره است که اصلا هیچ وقت براتون تعریف نکردم، به نظر خودم خیلی جالبه. روز اولی که اومدیم اینجا در خونتون می‌خواستیم خونه اجاره کنیم. اگه یادتون باشه در که زدیم شما در وا کردین، من خندم گرفت. میخواستم بگم این به خاطر اون تراوت صورت شما بود، به خاطر مثلا چیز نبود که من خندم گرفتم، مثلا حالا الانم باز خندم گرفت، باز به خاطرم. اصلا ما چرا اینجا وایسادیم؟
آقا بریم توی چایی چیزی بزنیم بعد بقیه حرفامونم میزنیم دیگه با هم تموم کجا میشیم. آقا کجا کجا تو. اگه فکر میکنی من به تو خونه اجاره میدم اشتباه میکنی. نه من خونه اجاره نمیخوام بکنم، اگه بشه یه چند وقت میخوام اینجا مهمونت باشیم، چهار شب پنج شب یه جا پیدا میکنم. اگه قبلا من نمیخوام. تو این خونه راه دادم به خاطر نصرت خانم. خب این دفعه برای نصرت. حالا برو به خاطر نصرت خانم. میگم برو دیگه. آقا کتابی یه لحظه در وا کن عزیز من. این که خر نشد، بریم یه جای دیگه. از اولم معلوم بود این بابا خونه بهت نمیده. خب بریم. کجا بریم؟ بریم یه جای دیگه. من کار دارم، میخوام برم خونمون. بابا عزیزم تو نمیخوای آدرس ما رو یاد بگیری؟ آره. خب بریم دیگه، دوست داری دیگه. خیلی دوست دارم. خب بریم. بفرمایید. قربونت برم. قربونت. قربون این پرایدت برم. بفرمایید. باز کنم چشمو؟ نه دیگه، چرا انقدر میپرسی؟ باش. آره خلاصه ما هرچی فکر کردیم دیدیم اونجا جای ما نیست. چرا دایی جان؟ یه جوری هستم. میدونی مجید جان جنس اینا با جنس ما؟ نمیخونه. نمیخونه. تمام شد. خودتو عشق هستم اونجا. خودتو عشق هستم نداری. این آقا مجید ما خودش شبا تو مغازه میخوابه. بخوابه. منم میخوابم. اینجا که رخت خواب هست جام هست دیگه. بفرمایید اینجا مسافرخونه هست دیگه. نه. خود مجیدم زیادیه. چشمک زدی؟ من چشمک زدم. آره صدا داد. بابا خوابی تو، موی مشتری پره تو چشم. راست میگی؟ آره. من چه گیجم. فکرم قبیرم داره چشمک میزنه. بابا تو چه ساده چشمک زدی؟ نه بابا میگی من چشم بسته فهمیدم. آقا من چیکار کنم؟ تموم نشد؟ آقا جون حله چرا؟ وا کن. تمومه؟ آره. چشم باز کنم؟ حال کنم چیکار کردم. وای وا. حاضر باز کنم چشم. باز کن دیگه. ناصر جان حالا چی میگی؟ آقا من میگم اینجا که نمیشه بخوابم، درسته؟ اگه بشه چند روز بیام خونتون. آقا جون داره ما تو میگه چی میگی؟ نه این خوبه. نه آقا خونه اون کوچیکه، من خودم اینجا میخوابم. گیری دادی یا؟ دو روز عزیز من، دو روزم نمیشه اومد. دو روز تو معروفه. من شنیدم، درست میگن شما. آره؟ همه شنیدن. دو روز منو شنیدین شما؟ بله. بهترین راش اینه که ناصر جان تو بری پیش نصرت اینا. بچه‌هام تنهایی در میاد. خودت هم سر سامون میگی. خب بذار بگه، میگی نه 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 اصلا گوش نمیدی به حرفمون. همونجا میفرمایید تو هم از آلا خون بالا خونی در میای. نه آقا جون من اصلا دوست ندارم اونجا برم. آخه چرا؟ بابا اونجا میدونی اونا خیلی دوست دارن من برم، اصرارم این میکنن، میگن تو باید اینجا بمونی. خب اما اینا یعنی منظورت که میگن بیا اونجا بمون. آره. خب چرا نمیری؟ آخه من شخصیتم اجازه نمیدم. من نمیتونم قبول کنم سربار یه عده باشم. تو حاضر تو مغازه بخوابی میگی سربار؟ آره همیشه من برای خودم این میدونه من. نه نه را گیر کرده. نه نه بیا گیر نکرده. کجا میبری؟ من نمیشونم. کجا میبری؟ چشمک دادی با؟ همش به هم چشمک دادی. آقا جون درست شد. ببین از شما دارم نکنم. خوبه؟ همیشه اینجوری کوتاه نگه دارم. خب راستشو بگو چی شده. ببین تو اول میتونی یه چند روز جور کنی ما بریم خونه این عمو. جا نداریم، زشت جونت. تو چرت و پرت میگی. میگم خونه عمو کوچیکه، من برادرزاداشم نمیرم، دل بازی شو در میاری. میگم بگو چی شده. دل بازی چیه مگه؟ حرف منه این. پس چی بابا؟ سویلای خودتون منو کشیده کنار، میگه من میخوام مستقل زندگی کنم. بهش بگم نه؟ بالاخره اونم یه زن تو این اجتماع، تنها، شوهرشو دوست داره، دوست داره با هم زیر یه سقف باشن. ناصر چرا یه روده راست تو شکمت نیست؟ جون تو هست. خب بس راستشو میگم بگو دیگه. برام راست اصلا چه فایده داره من راستشو بگم؟ اینه یه توف سربالاست دیگه، برمیگرده رو سر دوتامون. دوتامون؟ کسی چیزی بهت گفته؟ نه نه. خب میگم بگو دیگه، لوس نکن خودتو. نه جون تو ولش. خب میگم بگو به من، چرا دق میدی آدمو؟ کاش به من میگفتن، کاش منو اینجوری میشستن میذاشتن کنار. آخ 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 چرا انقدر چرت و پرت میگی؟ میری حاشیه. میگم اصل مطلبو بگو چی شده. هیچ بابا ولش کن. بابا میگم بگو دیگه. قاطی نمیکنی بگم؟ نه. به تهمت دزدی زدم. به من میخندی؟ من شنیدم اینقدر ناراحت شدم، تو میخندی اینجوری به من؟ بله به تو. من چه فرقی میکنه؟ اصلش اینه که انگشتر آقا جون دزدیده شده، میگن کار توئه. بیجا کردن؟ بله. مگه من اونجا بودم؟ چرا من؟ نه دیگه همین دیگه، تو اونجا نبودی. میگن همون یه ساعتی که اومده اینجا انگشتره رو کش رفته. ببین چه نام آقا، من شنیدم قاطی نکردن.
بلند شدم چوب برداشتم از سهیلا بپرس، بعدم گفتم آقا هیچ کی حق نداره پشت سر مجید من اینجوری حرف بزنه، زدم بیرون اومدم پیش خودت. ناصر جدی میگی نو؟ آره. ببین من میرم اونجا تک تکش رو میگیرم. نه بابا شاید این وسط یکی یه دروغی گفته. خب بی جا کرده دروغ گفته. بله. چرا تو دروغ نمیگی؟ من نمیتونم. چرا تو اومده میزنی؟ بلد نیستم. نه ناصر جان اینا یه جورایی مثل اینکه خودشون هم شروع شده رو بودن. بچون بیا بریم. کجا؟ تو هنون نرفتی؟ نه بابا محات کن زدم رفت خیلی بهت میام برو آقا دمت گرم دست در نکن کجا برم؟ برو خونتون دیگه آدرس رو میخوام آدرس چیه برو این ناراحت ها کی؟ بابا مجید تو رو دیده گفت بهت نگم ولی من دوستانه بهت میگم رفت چوب برداره بیاد سراغت آخو اصاب تو رو من علاف کرد برو بابا الان میاد میرسه باشه بودو در رو بودو من جاتو بودم گاز میدادم تا آقای طبق بودی گوش کن بذارم شما همش داری حرف خودتونو میزنی عزیزم ببین گوش کن گوش کنی شما به من اصلا به اشکان کاری ندارم آقا فرشاد رسیده به دست شما یا نه من اینجا باربری اینجا گفته فرستاده شده شما باید برید اون ور اون ور باربری بابا شما داری حرف خودتون میزنی بابا من اینجا شرکت پول نباشه بابا بله من گوشم با شما این 32 خالیه چرا من گفتم که اون توی یه فایل مخفی گذاشتم تو برو توی این باشه نیستم ببین آقا من دارم میگم من با اشکان اصلا کاری ندارم اشکان اصلا یه فاب غریبه بابا من صبر کنین دارم به کار شما میرسن شما قرار بودش که پس اولش رو برای من بودش که نفرید بینم این جهان هستش آقا جهان بقیهش تشریفات هستش اگه شان تو میخواییم بگیرین جلسه دارن مزاحمشون نشین اومده؟ فقط خودکاره از این سر رسیدم هست چون خودکاره مال سال قبل رو داشتن اون دفعه گفتم این از ناصر بابا جمع کن دیگه بابا برای تو اومدیم اینا دامادمون یعنی باشن. چی؟ الان از اینا نمیخوام ای آقا اشتب شد نوبت ماست باش تو نوبت اموراتت بگذره فهمیدی؟ چی شد؟ چی شد؟ اینجوری هاشو نداشتیم ها دیوان هست بودشون نازه سی بیا بابا کجا؟ سلام آقا مگه طویل است باز شما سرتون انداخت اومدی تو خانم من گفتم در بزنید مزه نریز برای چی اومدن تو اینا من بهشون گفتم ولی باز اومدن تو یواشاب جیبیه که نبینم با شما کار ندارم با آقا جوان کار دارم آقا جان اگه چیزیه به من بگو برای درم آتا نیستم بره خانم نخم بفرم بیرون بله آقا جان یه دقیقه تلفنتون قطع کنیم با تو کار دارم قطع باشه آقا جان تلفنتون قطع شد من کار واجب دارم گفته باشم خب حالا بگو ببینم باز چه کلکی سوار کردی ها آقا مجید قضیه انگشتر به گوششون رسیده حسابی قاطی کردن عصبانی انگشتر تو جیب تو بدی کردین این چرا قاطی کرده ممکنه اونقدر باشه انگشتر تو جیب تو بوده نه میگم انگشتر تو جیب تو بوده نه بابا چه فرقی میکنه تو جیب کی به من تهمت دزدی زدن اینو بچسب انگشتر تو جیب تو چیکار میکرده اون حالا یه ذره زیر بالا داره من برات تو چرا خب اونجا بهم نگفتی من میش میگم چرا منو ضایع میکنی میگم انگشتر چرا نگفتی خب چرا اونجا نگفتی تو تو جیب تو چیکار میکرده چه خبره بابا بذار ببینین تفقدی چی داره میگه باشه بابا باشه برو بر گفتم اونا رو من فکسش میکنم شده باشیم خب انگوشتر تو جیب تو چیکار میکرده؟ خب بگو بیچاره این داره بهت رکب میزنه تو چرا قاطی میکنی؟ دروغ داره میگه چرا چرتو پرت میگه جواب منو بده انگوشتر تو جیب تو چیکار میکرده؟ انگوشتر تو جیب من چیکار؟ ببین خب نکته همینجاست دیگه من اگه میدونستم که دیگه مزاحم تو نمیشدم ببین انگوشتر تو جیب من چیکار میکرده؟ نمک نمیریزم جدی چی کار میکرده خب ناصر انگشتر تو جیب تو بوده یا نبوده بله بوده تو جیب تو بوده بله ببین مجید من میدونم چرت و پرت زیاد میگم ازم خورده شیشه دارم ولی انگشترم یعنی تو جیب من بوده بابا ببخشید آره جدی تو جیب من بوده ولی یه چیزی هست و میدونی من هر چی باشم دوز نیستم دیگه اینو قبول داری؟ آره؟
آره جدی قبول داری؟ آره دیگه. خب اگه قبول داری که بیا بریم اینو پدرشون در بیاریم دیگه. بیا بریم اینو بذار سر جاش. اینا برای چی برمی‌داری؟ برای بشن که بدم بهش. خب اشکال نداره، نمیخواد خودش میاد برمی‌داره. میگم بهش که دست اونجوری فشار بیا بابا رو گذاشتم سر در. من دارم به شما میگم من شرایطم خوب نیست، بعد شما حرف خودتون رو دارین میزنید. آقای توکلی آقا جان، قضیه این انگشتره چیه؟ من منتظر جواب شما. آقا یه ساعت آقا با شما تماس میگیره. ببخشید آقا جان، این قضیه انگشتره چیه؟ آقا جان قضیه رو من بهت میگم. من نیستم آقا جون، دست من میگم بنده دستو وقتی میخوام واسه تو سوسو یه دقیقه وایس اون طرف ببینم. ببین مجیدون شما عصبانی نشید، من فکر کنم اینجا یه اشتباهی شده. این آقا جون من حواس پرتی داره، وسایلاشو میذاریم گوشه کنار، بعدش هم نمیتونه پیدا بکنه. چرا میخوای همین چی بابا ماسمالی کنه بره؟ ماسمالی چیه؟ بدبخت داریم بدبخت میشیم. ندیدی بعد تو دنبال انگشتری؟ ببین مجیدون این آقا ناصر رو من روز اول که دیدم شناختم، آدم ساده‌ایه ولی دوست داشتنی، زحمتکش، مورد اطمینان، ولی دوست نیست مجید جون. منم همینو میگم. تازه آقا جون حرف شما رو گوش دادم، موهام زدن. خوب شد ببینم. خیلی بد میاد کوتا. از اول باید گوش میدادم. حالا خیلی خوب شد، مغزت خنک شد نه؟ بله بله. خیلی خوشتیپم شد. یه همومم برو. همومم رفتم، ادکلونم زدم مال خودم. مسخره کردید ما رو. این اشکان کجاست بیاد جواب اینو بده؟ چرا شما مؤدبانه صحبت نمی‌کنی؟ کجاش دیدی؟ تازه این خوبشه. یا این چکو نقد می‌کنی یا اینجا میچکونمت. میچکونم. میچکونمت که دیگه چک بی محل دست کسی ندی. آره. ببین آقای عزیز. تو دیگه خفه؟ آقا جلال آقا اینو بتکون. بلچه. یعنی چی بتکون؟ من این شلوار این که بخوای بتکونی. اصلا خودش شروع می‌کنه. آره. یه دقیقه بشین تو. یعنی هر چی تو جیبش رو بگیزم. خب یعنی چی؟ مثلا فرق نمی‌کنه. بابا یه دقیقه واسین تو این گیر دار شما. فرق نمی‌کنه. قربون چکتونه. دعوا چرا؟ بابا 5 روز به من مهلت بدید، بعد از 5 روز چش نوکرتونم هستم. آقا 5 روز خوب. آقا جون یه دقیقه ایزه بدید. دونم. عزیز من، سالار، رفیق. بابا جون، حالا چک آقا پاس نشده که نشده، آسمون به زمین نیومده که. بابا کاسبیه. یه روز پول هست، یه روز نیست. نوکرتم، حرف آقا جوانم که تو بازار سنده. خودتون که دیگه شاهدی. اون وقت برای 5 روز اینجوری برخورد می‌کنی؟ این درست خدا وکیلی؟ غیر اینه داداش؟ اصلا من بدونم تو چی کارشونی؟ من پسرشم. پسرشم میچه کنم؟ آقا اصلا شما یه دقیقه من تشریف بیارید بیرون، دو کلو ما هم حرف میزنیم، بعد اگه خواستی ما رو بچکون بتکون، اصلا بترکون، هر کاری خواستی نو کردن. بفرمایید آقا. تلکوندن یه چیز دیگه است. آقا خواهشان تو حرف نزن ناسه. آقا اصلا شما با هم بیارید بیرون. آقا حل نگران نباش، مجیدی که من میشناسم الان یه دقیقه اینا رو مثل موم عوضشون میکنم. حالا ببین الان در میان تو زیر و رو. شما خودت هم کاسبی دیگه. درست. کاسبم چیه؟ حبیب خداست. قربونتون برم. شما یه لحظه ایزه بده. سیبیل تو عشقه. این دوتا سیبیل هم امانت میمونه پیش من. بله. با پولاتون برمیگردونم. باشه. حل آقا. حل. بریم. بریم. آقا جان دست درد نکنه، ما دیگه مرخص میشیم اگه ایزه بدید. شدی؟ بله. یعنی حله؟ بله حله. حل قربون شما. فقط من میخواستم بگم کی باید مزاحمتون بشیم. شما شب تشریف بیارید منزل. بله چش قربونت برم. ببخشید در اصل مزاحم شدیم. خیلی ممنون شما. آقا بس کاسب چیه؟ حبیب خداست. بله قربون شما. خداحافظ شما. آقا قربونت برم. خیلی ممنون شما. موفق باشید. آقای علی چش قربونتون برم. مجید جون خیلی ممنون. بس بگو سلام کردم آقا دست درد نکنه. مجید جون میگم کاش که می اومدی با من این باربری ببینیم فرشا چی میشه اگه بیای. خیلی من میخوام باهاتون میام بابا. ها من میام باهاتون. بیا شهر من بیا. خب هر چه آقا جوان بگه ما نو کردیم. بریم دیگه ستایی بریم کوچیک جان. ها شما هم بیا دیگه چهار تایی بریم. نه مجید جون ولی ناصر دوز نیست. آره حتی ساعت 4 بیا. آره میریم سینما بهزاد احسان هم عربه بیار. آره درسته بفهم. درسته خوبه. آها آره نه دیگه بیا من دوتا فیلم خوبه. آره جیتی دوشه. آره خیلی قشنگ. آره این اونا همش با من. اونا ردیفه. آره خب خب باشه باشه میتونی. آره میشه 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 باشه باشه حتما میام. من اینو
مسخره کردی منو؟ به من میگی رسید باربریه بده، بعد داری تلفن صحبت میکنی؟ هزار تا کار داریم بابا، گرفتاری داریم. این رسید باربریه که ما از شما گرفتیم، ولی فرشا هنوز نرسیده آلمان. رسید گمرکیتون هم بدین؟ چرا رسید گمرکیه؟ چی؟ رسید گمرک مای دست منه؟ از دست کیه؟ نمیدونم دست بابا من. اون فرشا رو اومدی اینجا بار زدی، رسید گمرک رو گرفتی، اونو بده به من. دست من نیست. خب من نه من ببین من هیچی نیست. بابا مگه میشه رسید گمرک رو نگرفته باشی؟ میگم دست من نیست، چیکار کنم؟ خب ای بابا با تو هم میگم رسید گمرک رو به من بده. خب چرا داد میزنی؟ میگم دست من نیست دیگه، خودتون شاهد بودی سر عرصتون چقدر همیچی قاطی بود. لعنت به شما، چرا گرفتاری شدیم از دست این بچه؟ یه مرگم نمیاد من راحت شم از این شرکت و از این گرفتاری. مال من نیست. چرا دیگه تو افتاده؟ مال من نیست آقا جان. این مال صدا نکنیم. خب آچه خب مال من نیست. نکش ولی جهانگیری. آقای جهانگیری. بله. این ردیف جنساتون تو دفتر ما نیست. یعنی چی؟ یعنی این باربری ما باره شما رو نبرده دیگه. چی میگی بابا؟ من خودم بهتون زنگ زدم بیای. اینم رسیده این که ما فرچه رو بهتون تحویل دادیم. من نمیدونم دیگه. صبر کنید خدای جهانگیری بیاد بخوای صحبت کنیم ببینیم چی میشه. آقا ناصر بابا این چه کاریه داری میکنی؟ بابا وزارت گرفتاری داریم، بیا تو بابا. ترسیدی؟ تو هم دلت خوشا. بیا مرکلا بیا بابا مونگول. راست میگه دیگه. چیه؟ ببینم پسر این آقای ترابی کی میاد؟ زودتر از گروه نمیاد، معمولا روزای دوشنبه با دوستاشون میرن استخر و سونا، دیگه دمدمای گروه میاد. گروه؟ خیلی خوب، پس ما میمونیم تا آقای ترابی بیان. بابا این چی؟ چیه؟ مسلط سر اومد، میخوای بری خونه پلیستشن بازی کنی؟ کار دارم بابا جون. کار دارم. کجا؟ ادارش دیر شده. آقا جان. بله. شرام ناراحت هم شد، من میگم بی خود اینجا معطل نشیم. آدرس این استخر رو بگیریم پیش آقای ترابی بریم یه حالی بکنیم. استخر دوست داری؟ آره دوست دارم، سونا هم آخه میگیدم. بشم دو دقیقه میری به همونجا باش صحبت میکنم. نکن بابا این بنده خدا همچه بغل نکن، خوش میگه که اینجوری بغلت کنه. خوش بود بین اون ناصر. خوش بود دیوانه. آقا جان شما هم اینجوری نشن. آقا جون الان خسته ای، رنگ روت هم پریده، پاشو بریم خونه یه استراحت بکن. آقا شما هم محبت کن، اگه آقای ترابی اومد یه تماس با آقا جهان بگیر. اینم نذار اینجا، اینم نذار برش رو بریم. اون رسید گمرک هم پیدا شد دیگه، کار حل ایشالا. پاشو آقا. مجید خالم خیلی خرابه، همیشه دست و پام داریم میلرسه. میدونم، پاشو پاشو، حق داری آقا جون. من میگم یه سری بریم بیمه، شاید اونجا چیزی دستگیر بشه. آقا وایزت خدافظ. بریم آقا. بریم. سویچو میدی؟ تو کجا میخوای بری؟ بریم آقا، تو این موقعیت که نمیشه آقا جهان تنها گذاشت. بابا تو این موقعیت اتفاقا دوست داره تنها باشه. بله. من دارم مغازه، تو هم میخوای با من بیای؟ بابا من دوست دارم با تو بیام، ولی آقا جهان اصرار داره میگه با من بیا. بگو میگی شما هم با ما بیا. نه نه نوکرم آقا جهان. محمد برم مغازه یه کاری دارم. ولی اگه چیزی شد حتما من خبر بدین با اجازه. خب بیا لاغت برسونیم. نه 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 با مترو میرم راحت‌تره، به ترافیکم گیر نمیکنه. آقا خدمت شما، قربونت برم. بعدا چا قربون شما. تعارف نکن. نه خیلی آقاست. چیکار میکنی؟ سویچ میخوای؟ بیا دست تو جیب بابا چر میکنی؟ بیا بره دستون دردن. موسیقی
چرا اینجوری نگاه میکنی؟ من صد بار گفتم آقا جهان به موت قسم من دیگه بر نمیگردم تو اون خونه. اصلا حرف منو گوش نمیکرد، دست منو گرفته اینجوری میتابونه، میگه من بهت احتیاج دارم خوشگله. میگم آقا آخه من امروز رفته بودم شرکت، اونجا دوتا طلبکار اومده بودن، اگه من نبودم پدرش در آورده بودن، من خیلی کمکش کردم. خلاصه اصرار پشت اصرار، من دیگه عصبانی شدم، دستم کشیدم گفتم ول کن خوشگله چیه، درست صحبت کن، من دیگه بر نمیگردم تو اون خونه. من اگه برم گوشه خیابون بیفتم از گرسنگی بمیرم بهتره که برگردم اونجا. که یهو دیگه مجلس شما اومد وسط و من اینجوری کشید کنار تو شرکت و گفت که ببین حالا که اینا دارن زیاد اصرار میکنن تو هم حرفشونو گوش کن دیگه، حرفشونو زمین نزن. من دیگه به خاطر حرف مجید و بعدم به خاطر اینکه دیدم واقعا از ته دل آقا جان میگفت به احتیاج دارم، گفتم بمونم دیگه. بابا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خراب کردی، خیلی خراب کردی. میگم خودشون اصرار کردن، تقصیر من نبود. آخه تو بدونی که به من بگی رفتی موهاتو کوتاه کردی؟ آها موها رو تو داری میگی؟ آها اینا که داره خراب کرده، اصلا تو خیابون راه میرم فکر میکنم همه دارن منو نگاه میکنن. بچه دارم اصلا گوش دادی چی گفتم قبلشو؟ نه؟ اصلا ناراحت شدی برگشتم خونه؟ نه؟ دو ساعت ما را عدف کرد. ناصر گلارم بزن یه جا دیگه. زیر من بود؟ خب باز خوار نداشت خودت یه جا پیدا کن. خراب کردی دیگه.